دلار با شکست مواجه شدند. دلار بچلم میرا و بسیرم شاید برا و شاید از کده خودتر خود. و در آسیام اول شده ثبات افغانی، در جهان دوم شده ثبات افغانی. دلار خو مخ پکتا که دو که دی افغانه پرتکی گی. دلار شکست بخره به منفعت مردم باشه، افغانستان من باشه، ما زیادتر خوش میشیم. دلار که پایین بره کل چیز پایین میشه، که بلند بره کل چیز بلند میشه. ما میخوایم که نیمی افغانی به 46 و 45 بیایه. 20 افغانی شما ما خوش میشیم. الحمدلله افغانه کامیاب بودی پا بازار که افغانه و آقا دیر مخ کتلاله روله. ناچل میشه بخیر. یکی ناچل میشه. بازار که افغانی کمی گنده قدر چه دلار ازش لاس آور کنی. اولی مالی همه ولایت ها ولی به افغانی میشه. 80 بود 80 این حال سرای شده ده 45 بود. پایین به خوب است خو... چی از جنس های ترزان نمیشه. امو چیز از سوار دروغن برنجه. از دلارم خودداری کن، از کلدار خو بیخی خودداری کن، از سومنم خودداری کنم. شکست پول دلار در مقابل پول افغانی. سلام وطن‌دارای عزیز، امیدوار هستم که خوب صحتمند و سرحال باشید. باز هم شاهد پایین آمدن نرخ دلار در مقابل پول افغانی هستیم. یک تعداد مردم زیاد خوشحال هستند، میگن که دلار با شکست مواجه شده است. ما هم امروز آمدیم به خاطر به یکی از صرافی‌های شهر کابل، مرکز تجارتی حمید. می‌خوایم که با خود صرافا صحبت بکنیم و همچنان در رابطه با نرخ دلار از اونا پرسان بکنیم. و از اونا بشتیم که آیا در آینده های نزدیک شاید پایین آمدن بیشتر دلار خواهیم بود یا خیر. تا پایین برنامه شما عزیزان ما را امر کنیم. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت هستید. زنده باشید. معرفی بکنیم برای دوستای خود. تشکر، زنده باشین. سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده های عزیز. امید سی سلامت باشه. محمد جاوید هستم، یکی از صرافای حمید مارکت. محمد جاوید جان، روزگار روزگار. چه وقت است کاروبار صراف؟ من تقریبا 5 سال میشوه صراف هستم. 5 سال. بله، 5 سال. عجیب بود که نرخ دلار چقدر پایین آمده؟ نرخ های دلار معمولا همه شب و روز 30 پیسه 40 پیسه تا بالا میشوه. بازار تقریبا رنج نیست، شاید تا بالا زیاد داره. خلاص همیشه بود. در بیرون آوازه است میگه که دلار شکست خورد، دلار شکست خورد. گفتیم بیایم بررسان بکنیم از خود صرافا که چقدر پایین آمدن نرخ دلار. حالا دلار شکست بخوره به منفعت مردم باشه، افغانستان من باشه، ما زیادتر خوش میشیم. خب باز معمولا ما دو طرفه کار میکنیم، هم طرف دلار هم طرف افغانی. اگر دلار بالا بره یا پایین بره یا چی، خلاص ما در وسط هستیم. مفاد و تاوانش سر بر ما هم نهایتش. بیشتر طرفدار ازی باشی که ترازوی هر دویش یک برابر باشه، یک دلار یک افغانی. بله بله بله، امیر رقم است، امیر رقم است. اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه بازار را که میبینیم بیشتر مردم خوشحال هستن، میگن دلار شکست خورده، ولی صرافای یک تعداد چون شکایت میکنن که دلار نرخش پایین آمده ما تاوان کردیم. بازار را که میبینین روز خاص شد یک دلار 40 افغانی شد. انشاءالله به میستم باشه، افغانستان رو به ترقی باشه و ما شاهد ازی هستیم که رو برو انشاءالله به افغانستان صلح، افغانستان رو به ترقی و پیشرفت رفتار هستیم. انشاءالله به می سیستم باشه و به می اتحاد اتفاق و همگی من باشه. انشاءالله میره و دلار به چلم میره و بسیرم شاید بره و شاید از کده خودتر خودتر شوه. با امیدی که خوب شوه انشاءالله، افغانستان من خوب شوه. مهم این است که البته چهار صرافی که مثلا در دلار تاوان میکنن یا در افغانی تاوان میکنن مهم ما نیست، مهم افغانستان ما است. مهم این است که به نفع افغانستان باشه، هر چیزی که می باشه به نفع مردم افغانستان. بله بله بله، به نفع. یک چیز را برای دوستای ما بگم، میبینیم یگان وقت مثلا دلار بالا میای افغانی مثلا پایین میره، نه افغانی بالا میره دلار، یا مثل دستی ارزای دیگه هستن تومان مثلا نه که تا بالا میشه. دلیلش در بازار چی است؟ چرا نمیاد تا بالا میشه؟ خبرهای اقتصادی معمولا رول مثبتی داره، رول منفی هم میداشته باشه. معمولا ما زیاتر تحلیل بازار از روی خبرها زیاتر میبینیم. یگانه شاید رولش هم باشه. تشکر بسیار دوست. سلام باشین، بخیر باشین. تشکر. خب دوستان عزیز، ما بیشتر صحبت میکنیم با دیگه صرافا، با اونا هم صحبت میکنیم، نظر از اونا را میداشته باشیم، ببینیم که اینا در رابطه با سقوط ارز دلار چی میگن. سلام علیکم.
استاد خسته نباشی. زنده باشی. مصاحبه اونو ما حسابی دارم میگی. ها حسابی داری؟ این رفیق ما دیگه حسابی داره. شاید به خاطر یک دلار پایین اومده باشه پیسه کار حساب کنی که چقدر تاوان کردی؟ ها والله تاوان کردم. چقدر تاوان کردی خدا؟ 1.5 صد دلار تاوان کردم. 1.5 صد دلار. چقدر پایین اومده دمی چند روزی که گذشت نرخ دلار؟ تقریبا 2 روپیه 2.5 روپیه پایین شده. 2.5 روپیه. مردم ما که میبینیم نه بیرون خوشحال هستن بسیار. اما تو سلام میکنه نگان تو سره که میگه کلا دلار شکست خورد. صراف ها چطور؟ صراف ها از پایین آمدن نرخ دلار جگرخون میشن یا اینا هم خوشحال هستن مثل مردم؟ نه پایین به خوب است. چی از جنس های ارزان نمیشه. امو چیز از سوار روغن برنج هنوز بلند شده. روغن بلند شده 1.5 صد روپیه. دیگه پایین بالا باز فایده نداره. جنس ارزان خوب است دیگه. ارزان نشه دیگه. تجارا می ذره توجه کنن جرس از اگر قیمت شو دلار 1 روپیه قیمت شو بری به روغن چند 100 روپیه بلند چرا بدر دلار 1 روپیه بلند شده است. اما پایین بیا یک دیگر... تغییرات نمی راست میگی تل هم تو هم 55 روپیه و 60 روپیه و 65 روپیه است دیگه کل چیزم در جای خود هستم دلار دیگه پایین شده. سلامت باشین امیدوار هستم شاروالی کامل در این بخش توجه بکنه کنترل بکنه بازار. یک چیز دیگر هم بر دوستان ما بگو تنها دلار پایین اومده است یا ارزهای دیگه هم که در بازار هستن؟ نه دلار که پایین بیه کل چیز پایین میشه بلند بره کل چیز بلند میشه کل بازار بستگی به دلار به دلار داره. نرخ جهانی از روی دلار میبره. سلامت باشید دوستان. خب عزیزای دل شما بیننده برنامه باشین ما با دیگه دوستان صحبت میکنیم نظریات از اونها را میداشته باشیم در رابطه با شکست دلار در بازار ببینیم نظریات از اونها چی است. سلام علیکم. ایسیم خسته نماشین. مانده نماشی خوب هستی بخیر هستی جان جر هست. محمد نسیم وردگ هستیم رئیس صرافی گربت. بسیار علیکم. آجی صاحب بگویم براتون مشکل نیست. هم کوتاه تر شد. ایسیم در رابطه با نرخ اسعار میشه بر دوستای ما بگویم تفاوت و تغییرات که آمده در اواخر. چقدر تغییر کرده نرخ اسعار و نرخ افغانی چقدر در مقابل از این حالا رفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه همکارای خود نرخ افغانی دینمی یک ماه میشه که نرخ افغانی ثباتش 71 بود دالی ثبات افغانی شده در 66.60%. چقدر که ثبات افغانی خوب باشه دیگه در مواد خوراکه و نفتگاز هم قیمتایش باید شروالی کنترل کنه. نرخ دلار فایین آمده ما راضی هستیم از افغانی خود. افغانی هویت ملی ما هستن دیگه. انشالله که در بازار روز بروز افغانی ثباتش خوب میشه و اولی مالی همه ولایت ها ولی به افغانی میشه. سابق به تومان و به کلدار اولا میشد و آمدن امارت اسلامی ولی اولا به کلشان در ولایت ها به کلدار نمیشه به تومان نمیشه به افغانی میشه ولی در هر جای به افغانی ما شما افغانی هستن. بله بله. بازار دلار و افغانی و بالاخره ارز دیگری که من نظر بگیریم یک بار ببینی بالا میره پایین میاد. امیر دلیلش همیشه بر دوستای ما بگوی چی است کدام چیزا بالا از اینا تاثیرگذار هست که نرخ از اینا رو پایین و بالا میارن در بازار؟ الحمدلله در افغانستان حالی با سازی جریان داره. پروژه کلان کلان اینجا جریان داره. پروژه تاپی هستن، کانال خوشتیپه هستن، بند بخش آباد هستن، کلای ملی، پروژه ملی که هستن و دیگه امارت با آمدن امارت اسلامی ثبات افغانی انشاءالله روز به روز خوب میشه و سرمایه گذاری خارجی جب تجارت خارجی میاد افغانستان سرمایه گذاری میکنه. علتایش نمی است که افغانی روز به روز خوب میشه در مقابل آثار خارجی. بله در بازار بیشتر مردم همین گپ دلار از یاد تاو بالا میکنن که دلار شکست خورده دلار شکست خورده است. مثل دلار دیگه ارزها هم با شکست مواجه شدن یا فقط دلار پایین آمده؟ این طور است که در مقابل افغانی کلدار بسیار تفاوت کرده، تومان بیخی تفاوت کرده، دلار هم تفاوت کرده، یورو تفاوت کرده. یورو یک دو هفته پیش در 74 پیسه بود، در 74 روپیه بود یک یورو، حالی در 72.60 پیسه است. در کلی چیزا آثار خارجی ثبات افغانی خوب شده و در آسیا اول شده ثبات افغانی، در جهان دوم شده ثبات افغانی. باید ما شما افغانی رو نگاه کنیم. بله بله واقعا. یک زمان یادم میاد چی سیف که یک دلار 50 افغانی میشد یک زمانی چند وقت پیش چند سال پیش. اگر به می شکل ادامه پیدا بکنه روز شاید از این خاط بودیم که مثلا یک دلار هم 40 افغانی هم معامله بکنیم. الحمدلله این روز خاط ما شما دیدیم. اگر اول که می افغانی سابق این می 10000 و 5000 افغانی بودن با
بعد از اینکه افغانی نو چاپ شدن او وقت در 45 و 46 نرخ بود. ما میخواییم که نمی افغانی به 46 و 45 بیاید. کوشش میکنیم که افغانی را در 40 هم بیاریم. چرا که بخاطر از اینکه ثبات افغانی خوب باشه ما کل جنس ها را به دلار میگیریم. نفت را به دلار میگیریم. گاز را به دلار میگیریم. مواد خوراکه اولیه را به دلار میگیریم. اما تنهای ما وضع اقتصادیشان خراب هستند. مامورین دولت معاش کم دارن. اگر نرخ افغانی ثبات افغانی خوب باشه باز نرخای چیزام کتش با نرخ ارزان از بازار میگیریم. روزی هم شاید خاط بودیم یک بوجه آرد دوباره مثل سابقه 700 افغانی بخریم. یک چیز دیگه را بگوین ایسف در آخر برما. زیاتر دوستا خوشحال هستن از اینکه دلار پایین بیاید شکست بخوره تا میگن 20 افغانی شو ما خوش میشیم. ولی با پایین آمدن نرخ دلار تاوان هم میکنن صرافا یا با اینا هیچ فرقی نمیکنه که پایین باشه بالا باشه؟ بله تاوان میکنه صرافا. خود مالی ما 71 دلار خریده مالی ده 67.50 پیسه مورد ضرورت بازار که افغانی کسی کار داره ما تاوان هم میکنیم. در تجارت خود تاوان هم وفا در دیش هست. دیگه افغانی ثباتش فعلا خوب است و خوب میشه. دیگه هم خوب میشه. باید ما شما افغانی را استفاده کنیم. بخیر سلامت باشین. کدام پیام اگر داشته باشین در آخر میشنیم. به وطندارای خود به نمی افغانای خود خواهش ما است که از آثار خارجی که در نمی افغانی خود ترجیح بده. در کارهای روزمره‌شان باید افغانی استفاده کنه. از دلار هم خودداری کنه. از کلدار هم بیخی خودداری کنه. از تومان هم خودداری کنه. این می افغانی خود نگاه کنیم. این می به اقتصاد کل افغانستان خوب است و به مردم افغانستان مفادش میرسه. دیگه توجه تانا می خواهیم که از این می مطبوعات عزیز که هر وقت احوال صرافا رو می گیریم خوش میشیم. و اشاروالی می خواهیم که نرخ دلار پایین آمده باید نرخ مواد خوراکی نفت و گاز هم کنترل کنه که با نرخ بازار با هموطنای ما عرضه کنه. سلامت باشین. تشکر میکنم. جانجوری تا می خواهیم. سلامت باشین. بخیر باشین. سلام علیکم. خسته نباشید. خوب هستید. بخیر. خوب هستید. بخیر. سلام علیکم. آقای دوستای ما بکنید. خوب هستید. بخیر. هستید. در رابطه با نرخ اسعار بگوین. در این چند روز میگن نرخ اسعار بسیار پایین آمده. پایین آمده. چه تقریبا 4 روپیه فرق کرده. کدام نه؟ دلار. دلار. دلار هم میگن که دو ماه سه ماه 4 روپیه فرق کرده. 4 روپیه تفاوت کرده. بعضی از دوستا میگن که دلار بیخی با شکست مواجه شده است. شاید از این هم که پایین تر بیاید. والا دیگه این از تحلیل فعلا خلاصه دیگه میشه که شبه ها تحلیل هیچ کس نمیتونه ایره چند میشه نمیشه. خب محصد حالی پایین آمده 3-4 روپا فرق کرد. چند بود چند شد است فیلم؟ 80 بود 80 یعنی حالی 60 نه 70 بود یعنی حالی 66 است. 66 دلار. اگر امی دلار را جسه بیاید از 40 روپا برسه از اون خوش میشین شما؟ والا خوب اصلا ارزانی میشه یا تاوان میکنین در اون خوش نمیشین؟ یک وقت که اینجا صرافی میکنم سرای شاده هم در 45 بود دلار سالای وقت 4500 این حالی خواهیم در 12-13 هزار هم رسید. این حالی 66-30 پیسه و 40 پیسه تا 50 هست. یا خدا میربان از بخیر یک روز شوه که در 30 روپان برسه که یک ذره ارزانی شود. میشه انشالله میشه. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. سلام. تشکر. سلام علیکم. خسته نباشید. خسته نباشید. محترم خوب هستین. بخیر. یک معرفی بکنین برام. نوم دیدار در تخلص کاروان حمید مارکت کی صرافی که اوره. بسیار دیدار عزیز. در رابطه با نرخ اسعار بگو بر دوستای ما. میگن دی وقتا نرخ اسعار بسیار شکست خورده. بسیار پایین اومده. در برابر پول الحمدلله افغانی کامیاب بودی په بازار که افغانی او هغه ډیر مخ کې تللی رول او فعلا نوسته د هغه هغه پیسوی تقاضا پیسوی دی افغانی په بازار کې دویم نمبر اخیستای ده او روز مره امکانات لري چې ډالر نورم په افغانی باندې راکته سي ټارګټ خو وسو حل سوی دا چې دریش په تو دوش په تو بری باید راوړی سي او لغه نه کته امکانات لري چې ډالر لوړ سي او د ډالر راکته تل په بازار کې تر اوسه د سي په خوراکی مواد تاثیرات ندی کړي مواد په خپل ځای ولر دي دغه دولت نمون خواهش کوو چې ډالر خو مخ په کټه کې دوه کیدی باید په خوراکي مواد باندې کوشش وشي چې هغه راکته کې ورسره. بله بله. نرخ ډالر نسبت به چند روز گذشته چقدر پایین آمده؟ تقریبا ډالر 4-5 روپۍ په یعنی 500 روپۍ کټه راغلی دا 2 او 1 ډالر و
اوس راغله د شپږ شپې ته 50 پیسو ته تقریبا شپږ شپږ نیم سو روپۍ ډالر تفاوت کړای بازار کې راکته سوي دي. او همدغه د دولت نوم خوښ کوو چې ډالر خو مخ په کته کېدو کې دي افغانۍ پورته کیږي، خو خوراکي موادو باندې باید ډېر تاثیر وکړي چې خلکو وضعیت اقتصادي خراب ده، دغه مواد خوراکي ورسره لږ هم ارزانه شي. بازار کې میبینیم بعضی اوقات ببینیم مثلا ډالر بالا میره، یک دفعه ببینی پایین میره، تومان بالا میره پایین میره. علمی دلیلش چی هستی پایین رفتن و بالا آمدنشان؟ چی چیزهای بالا از ایران تاثیر داره اینا را پایین و بالا میره؟ دقا تاثیرات دی خبرون و تاثیرات دی چه دقا مملکتو که چه جنگو نکی گی آقا دالر یاو دم اولا کی گی در سلویک میلیون دالر چه افغانه سلویک میلیون دالر چه رازی افغانستان تن دقا سلویک میلیون دالر چه راسی بازار که افغانه کمی گی دقا در چه دالر رازش لاس آور کهی وز فعلا په افغانستان کې ډالر ډیر سیوی دی، ډالر ډیر دی، د افغانۍ کمبوت دی، همدغه له خاطر ډالر مخ په کړه کېدو کېده. او دا چې کته پورته کېږي دا ټول تاثیرات خبرونو دی، مملکتونو دی، سي جنگ او جنجالونه په کیسی دغه په ډالر باندې تاثیرات لري. خو خبر چې راسي ډالر مخ په کړه کېدو کې او هغه یګان چې بعد خبرونه وسی کې هغه ډالر بیرته جګی. امی بازار خودتان میبینین، نظر به کسی که کار کردین در بازار تجربه دارین، به نظرتون نرخ دلار چقدر دیگه پایین خواهد آمد؟ آیا شاید از این خواهد بودیم که یک دلار در 40 افغانی معامله بکنیم؟ امکانات 40 افغانی شاید باشه، خود تا 50 و 51 امکانات است که خریداری شود، تا 50 و 51 تبادله میشه سرش. بخیر داینده، گفته که ما شنیدیم در این خبرها میگه که دلار امکانات 60 که 100 دلار 5000 افغانی تبادله شود. باز به مو قدیما برگردیم، به مو حالت هایی که بسیار ارزانی بود. اگر شاروالی کابل هم توجه بکنن یک چیز را بگو، ما خو خوشحال میشیم که دلار پایین بیه، مثلا 30 برسه 20 برسه یک ارزانی شود. صرافا در کدامش خوشحال هستند که بالا بره دلار یا پایین بیه؟ والا به صرافا پایان آمدنشان بالا آمدنشان چی نداره برادر. فروشات که میکنن کس که فروشات کرده باشه واک پایین بیه خوش میشه، کس که داشته باشه پایین بیه خفه میشه. دگه این بازار تبادله است، هر کس که کس که سرمایه دلاری داشته باشه بر از اون مشکل نیست، اگه خاطر که سرمایه از دلار است اگه پایین هم بیای اونم دلار داره، اگه بالا هم بره اونم دلار داره. ما از طرف آدم یار یکیش خوش هستیم، اگه پایین هم بیای برامون هم یک مانا داره اگه بالا هم بره. با شما دیگه هیچ فرق نمیکنه، اون یک متل است نمیگه کل دنیا رو بگیره مرغاویر تا بند پایش است. دلار که یک رپام شما شما میگین برو بانش باشه، اگه بر ما کار ما مشکل نیست کار چن شما. سلامت باشید، تشکر میشم. خیر باشید، تشکر، سلامت باشید. سلام علیکم فرشید، خسته نباشید. و علیکم سلام، زنده باش. خوب هستین سرخان؟ زنده باش خیر. چند شده دلار کلش؟ دلار دیگه 66 و 60 پیسه شده. ارزان نشده جان؟ بس ارزان شده، ناچل میشه بخیر. یکی ناچل میشه. روز خاص شد نه که صدا کنن این دلار که یک افغانی میخرید کس نخرید. والا کسی که افغان باشه، که افغانستان محبت داشته باشه، که افغانی خود ما استفاده کنیم، اگه ان شاء الله متو بشه. از این معلوم میشه قاری صاحب که خودت بیشتر طرفدار پایین آمدن نرخ دلار هستی که دلار اینمت شکست بخوره و افغانی ما دیگه ثبات خودش پیدا کنه. ثبات افغانی خوب خوب است، ولی سر چی تاثیر نکرده؟ سر قیمتا. قیمتا رو که دکاندار پرسان میکنه میگه بیادر پس در دلاری برای ما بلند حساب میکنه. دیگه میام توجه امارت میخوایم که یک توجه داشته باشن دیگه، دلار در مقابل افغانی ان شاء الله به فایده مردم است. دکاندار هستنه کمی یک رپا هم دلار قیمت شده، ببینید جنس خود 100 رپا قیمت میکنن، چرا بیدر دلار قیمت شده است؟ اگر پایین آمد دیگه باز خب ما پیشتر برای شما گفتم که خب الوطن باشه، کده وطن کده مردم همکاری باشه میشه، ولی یا در مقابل که دلار بالا میره خبر میشه، خبر میکنه خدا، ولی وقتی که دلار پایین میره باز خدا خبر نمیکنه. چه رقم تیر خدا میاره؟ تیر خدا خدا میاره. باز وقت پرسان کنی چرا میگه که در افغانی برام زرد؟ بله این رقم مشکلات هست. تنها دلار قیمتش پایین آمده است یا کلدار و تومان اینا هم جهانی هم دلار پایین آمده، باز ایران پایین آمده، همه ارسا ایچی شده پایین آمده. اگه بازار امی رقم ادامه پیدا بکنه، چیزی که شما میبینید نظر و تجربه که دارین قاری صاحب، این شکست کرده یک دفعه 5 افغانی مثلا پایین آمده، هرچند خودت هم طرفدارش هستی که پایین بیه، روز خاص شد ما در 30 رپا و 40 رپا اینمی دلار خرید فروش نه وقتم خود نخواد بیه، باز برای مردم برای تجارای ما ضرر میکنه، به خاطر یک ثبات داشته باشه خوب است. بخیر سلامت زنده باشید. قربانتون.